گفتگو میکنیم با آقای منشه امیر، کارشناس خاورمیانه که از اورشلیم با ما هستند. آقای امیر، در رابطه با این موضوع که آقای کری هم خیلی روش تاکید میکردن، با شما صحبت بکنیم که چرا به نظر شما اسرائیل با موضوع راه حل دو کشوری مخالفت هایی داره و اینکه اساسا اسرائیل راجع به راه حل دو کشوری چه فکر میکنه؟ بله، پیش از اینکه به پرسش شما پاسخ بدم، باید بگم که سخنرانی مفصل آقای جان کری از یک سو دفاع از سیاست‌های پرزیدنت اوباما بود که در اسرائیل مورد انتقاد شدید قرار گرفت، و سوی دیگر ایجاد یک چارچوبی بود پیش از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ که یک محدودیت‌هایی برای سیاست ایشون به وجود بیاره. این سخنرانی در ضمن یک اتهامنامه بسیار شدید و لح بود علیه دولت کنونی اسرائیل، یک دفاع نامه خیلی قوی بود از ملت و کشور اسرائیل، و همینطور اتهام نامه علیه فلسطینی ها و دفاع از حقوق فلسطینی ها. در مورد اینکه چرا حکومت کنونی اسرائیل با آبادی سازی موافقه و از اقدام ایالات متحده در شورای امنیت به سختی ناخرسنده، به خاطر اینه که ما امروز با یک دولت بسیار بسیار راستگرا در اسرائیل روبرو هستیم که گرچه آقای نتانیاهو میگوید که من طرفدار دو کشور برای دو ملت هستم، ولی سیاست‌های او نشون میده که اکثریت دولتش با این امر مخالفه و تمام تلاشش مصروف این است که سراسر خاک موجود به تحت تسلط اسرائیل قرار بگیره و برپایی کشور مستقل فلسطینی منتفی بشه. آقای جان کری به درستی گفت که آقای دانی دانون سفیر اسرائیل در سازمان ملل مخالف دو کشور برای دو ملت. این دقیقاً درسته، و حتی در داخل حزب لیکود هم با اینکه آقای نتانیاهو لفظاً گفته است که من طرفدار دو کشور برای دو ملت هستم، اکثریت حزب لیکود با این سیاست مخالفت می‌ورزه. این یک وضع فلج کننده ای رو به وجود آورده. از طرف دیگه آقای جان کری به درستی اشاره کرد به عملیات تروریستی فلسطینی، به این واقعیت که فلسطینی ها دو بخش هستند، کرانه باختری و حکومت خودگردان فلسطینی است که میگوید ما آماده ایم و مایلیم که با اسرائیل به صلح برسیم، و نوار غزه و حکومت حماس که میگوید اسرائیل باید نابود بشه و سراسر این خاک یک خاک اسلامی است، وقت اسلامی، و باید متعلق به فلسطینی ها باشه. اینها مطالب بسیار نشون میده که تا چه حد ایالات متحده و دولت پرزیدنت اوباما صادقانه و بی‌طرفانه سعی میکنه که این مشکل رو حل بکنه. مسلماً سخنرانی آقای جان کری در یک مورد در اسرائیل مورد استقبال قرار خواهد گرفت، و اون اینکه ایشون تاکید کرد که اسرائیل باید از مرزهای امن برخوردار باشه، تاکید کرد که ایالات متحده دوست اسرائیل، تاکید کرد که منافع مشترکی بین اسرائیل و ایالات متحده وجود داره و اسرائیل از بیشترین کمک‌های اقتصادی و مالی ایالات متحده برخوردار شده. در ضمن ایشون میآید و میگوید که شرق اورشلیم باید در اختیار حکومت مستقل فلسطینی باشه و پایتخت فلسطین آینده باشه، که این برای اسرائیلی‌ها هضمش بسیار بسیار دشواره. در واقع آقای کری در سخنرانی خودش نشون داد که تا چه حد این مسئله اسرائیل فلسطینی ها دشواره. ایشون به قطعنامه و طرح صلح عربستان سعودی اشاره میکنه، 2001 15 سال پیش. این طرح بسیار طرح خوبی است، ولی مطالبی در این طرح به قطعنامه مصر هم اشاره کردن، ایشون به پیشنویسی که مصر بله. کرده بله، این در مورد این بود که در برخی از رسانه ها الیوم الصاب یا المصری در قاهره نوشته بودن که در واقع این قطعنامه توسط فلسطینی ها و با دخالت مستقیم ایالات متحده و وزارت خارجش
انجام شده بود و این بخش از سخنان آقای جان کری تلاشی بود برای نادرست خواندن این تصور و این شایعه. در واقع آقای کری نشون داد که چقدر این صلح دشواره. مثلا چطور ممکنه که دیوار ندبه که مقدس‌ترین مکان دینی یهودیان هست این در اختیار فلسطینی ها باشه؟ البته فلسطینی ها میگویند که این دیوار دیوار معبد مقدس یهودیان نیست، بلکه اون دیواری است که اسب البراق حضرت محمد رو به معراج برد. البته آقای کری مشخصا اشاره کردن که برای سه دین از پیروان سه دین بسیار این مکان مقدس است. حالا اجازه بدید بفرمایید. تردید نیست، ولی اسرائیلی ها اجازه بگیرن از فلسطینی ها که برن در برابر کتل هم عراقی دیوار ندبه اینها نماز بخونن، این عملی نیست. هیچ اسرائیلی حاضر نیست که این موضوع رو قبول بکنه. آنچه که تمام اسرائیلی ها از چپ و راست و میانه روش توافق دارن این است که اورشلیم به عنوان یک شهر یک پارچه پایتخت کشور اسرائیل باشه. بله، اجازه بدید در این قسمت با آقای اوهنلن کارشناس نظامی مؤسسه بروکینگز صحبت بکنیم. و آقای اوهنلن اگر صدای منو میشنوید، در رابطه با اهمیت سخنرانی آخرین به قولی سخنرانی که دیدگاه های پرزیدنت اوباما رو در رابطه با مسئله صلح اسرائیلی فلسطینی مطرح کرد بپرسیم، با توجه به اینکه کمتر از یک ماه به پایان عمر دولت آقای اوباما باقی مونده، این چه اهمیتی داره به نظر شما؟ همونجور که میدونید وقتی پرزیدنت کلینتون داشت دوره ریاست جمهوریش رو تمام میکرد، بعد از تلاش های همراه با ناکامیش در رابطه با مسئله یک اصولی رو در واقع به راه انداخت، در واقع درس عبرت هایی بود که فرا گرفته بود و اصولی بود که میدونست آقای کلینتون که باید بخشی از آینده یک توافق صلح بین اسرائیل و فلسطینیان باشه، ولو در دوره کار خود آقای کلینتون پیش نمود. و من فکر میکنم که آقای کری همراه با در واقع حمایت پرزیدنت اوباما این کار رو کردن، در واقع متوجه شدن که هر حالت تداومی برای یک توافق صلح دو کشوری باید یک سری اصول رو دنبال بکنه، باید سازش هایی در کار باشه، توافق هایی در کار باشه، و بعد از سالها مذاکره مشخص که کدام درخواست ها از هر دو سو هست که قابل حله. بنابراین آقای کری در واقع داره اون منطق رو بر اثر تجربات خودش در واقع منتقل میکنه به دولت بعدی، و همینطور به صورت روشن در حالی این حرفا گفته میشه که دولت اسرائیل به صورت خیلی شدید انتقاد کرده از آمریکا، در صورت که هیچ چیز بی سابقه ای نبود این کاری که آمریکا در شورای امنیت ملل متحد در مورد ختم که آقای کری هم گفت که همچین اتفاقاتی قبلا با رئیس جمهوری قبلی هم پیش اومده. و حالا آقای اوهنلن، چرا به نظر شما اسرائیل به نوعی همطور که آقای کری هم اشاره کرد نماینده دائم اسرائیل در سازمان ملل با راه حل دو کشوری موافق نیست؟ و چرا به نظر شما چرا موافق نیست؟ دولت اسرائیل اونجور که من متوجه هستم متشکل شده از یک احزاب سیاسی که بعضیا موافق اون پروژه های صهیونیست شدیدتر هستند که میخوان تمام کنار غربی رو نگه دارن برای یک کشور آینده فلسطینی، به عبارت دیگه ضد مخالف چاره دو کشوری هستند، و بر اونا سازش در این مورد اصولا وجود نداره، برای اونا اسرائیل بزرگتر مطرحه، در واقع متفاوت نخواهد بود از اون که الان هست از دید اونها، و در واقع اونا دوست دارن که به اصطلاح رسمی
بشه اون اشغالی که اسرائیل روی کرانه غربی داره که آقای کری اشاره کرد که اون نباید باشه. به عبارت دیگه این گروه هوادار صلح نیست، اونها میخوان فقط یک چاره یک کشوری باشه که یهودیان اکثریت رو تشکیل بدن یا لااقل در سامانه سیاسی پستای اصلی دست یهودیا باشه و در واقع فلسطینی ها اتباع درجه دو باشن، شهروندان درجه دو باشن، که البته این مسئله رو آقای کری و آمریکاییان دیگر کاملا رد میکنن، نفی میکنن. برابر این دولت اسرائیل در حال حاضر چه آقای نتانیاهو نخست وزیر موافق این موضوع باشه یا نه، ما میدونیم که خیلی از شریکانش در ائتلاف که بنیادگراتر هستند ضد یک سازش در مورد چاره دو کشوری هستند. حالا نظر شما رو خیلی کوتاه بدونیم در رابطه با روابط آمریکا و اسرائیل در دولت آقای ترامپ، شما چگونه پیش بینی میکنید این روابط رو؟ من فکر میکنم که باید ببینیم، باید وایسیم ببینیم. من میخوام پیش بینی کنم در این مورد که دقیقاً آقای ترامپ چه کاری خواهد کرد. ما بدونیم که او آقای ترامپ در واقع بیرون از اون حیطه سنتی مواضع آمریکا قرار داره در این قابل در این رابطه. به عنوان سفیر آمریکا در اسرائیل کسی رو انتخاب کرده که موافق چاره دو کشوری نیست. میدونیم که خیلی انتقاد کرده از سیاست‌های آمریکا، سیاست‌های دولت اوباما در مورد همین قطعنامه‌ای که انتقاد می‌کرد از شهرک‌سازی، ولی آقای ترامپ و فکر می‌کنم که داره مطالعه می‌کنه که چگونه حکومت رو به دست خواهد گرفت. و از اونجایی که او رئیس جمهور ما خواهد بود، من فکر نمی کنم که الان مفید باشه که بخوایم حدس و گمان بکنیم که با توجه به اینکه قبلا چی گفته چه کار در آینده خواهد کرد. بله، ممنونم از شما آقای اوهنلن که در این گفتگو با ما بودید. اما آقای امیر، در رابطه با روابط آمریکا و اسرائیل در دولت آقای ترامپ از شما بپرسیم و اینکه شما چگونه این موضوع رو پیش بینی میکنید؟ بله، من هم میتونم بگم که هیچ پیشبینی نمیشه در حال حاضر انجام داد. تمام مطالبی که گفته شده درسته. اظهارات آقای دونالد ترامپ بسیاری از گزینه‌های سیاسی و دولتی و اداری ایشون نشان از طرفداری از اسرائیل هست. ایشون قول داده که سفارت آمریکا رو به اورشلیم منتقل بکنه، که این اگر این کار انجام بشه در واقع به رسمیت شناختن سراسر اورشلیم به عنوان پایتخت کشور اسرائیل است و رد خواسته فلسطینی ها در این مورد. ولی آقای ترامپ یک سیاستمدار پیشبینی نشده است، سابقه سیاسی نداره، هنوز ما از عقاید و عملیات واقعی ایشون آگاهی نداریم. آقای ترامپ یک بازرگان موفق بوده و بسیاری از مسائل بین المللی و حتی داخلی ایالات متحده رو با معیارهای سود و زیان بررسی میکنه و باید دید که ایشون چه کار میکنه. به طور کلی میشه گفت که بسیاری از اسرائیلی ها خوشبین هستن. شماری از اسرائیلی ها هشدار میدن، میگن که مبادا این خوشبینی بیش از حد باشه. ولی همونطور که ایشون گفتن، انتصاب آقای دیوید فریدمن به سفارت آمریکا در اورشلیم در اسرائیل و وعده انتقال سفارت به اورشلیم و طرفداری برخی از افراد دولت آینده پرزیدنت ترامپ در مورد آبادی‌های اسرائیلی نشین، اینها میتونه یک رشته خوشبینی‌هایی رو در جناح راست اسرائیل. البته باید دید که آیا آقای فریدمن میتونه در به قولی جلسه سنا بتونه که به قولی انتخاب بشه یا نه. ممنون از شما آقای مرشا امیر که تونستید در این گفتگو با ما باشید.